با سلام به بینندگان عزیز جوگرنس تیوی، من ماشالله رزمی برای برنامه فارسی امروز در خدمت شما هستم. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما در دو قسمت خواهد بود. در قسمت اول راجع به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد فعالیت‌های اتمی ایران با شما سخن خواهم گفت و در قسمت دوم نسبت به موضع‌گیری های ایران راجع به اختلافات ترکیه با روسیه و دنبال روی بدون قید و شرط جمهوری اسلامی از پوتین با هم صحبت خواهیم داشت. در مورد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، روز چهارشنبه دوم دسامبر امسال، یعنی همین چهارشنبه گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش کامل خود را در مورد فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به بمب اتم منتشر کرد. این گزارش از طرف ایران و آمریکا پذیرفته شده، ولی بعضی از مخالفین آن از جمله اسرائیل خواهان تحقیقات بیشتر آژانس راجع به نیت نظامی جمهوری اسلامی و تلاش او برای ساختن بمب اتم شدند. گزارش قرار است روز 15 دسامبر، یعنی 9 روز دیگر در اختیار حکام آژانس گذاشته شود و حکام آژانس 15 دسامبر در وین جلسه تشکیل می‌دهند و در مورد این گزارش اظهار نظر می‌کنند. اگر حکام آژانس گزارش آقای یوچیو آمانو، گزارش رئیس ژاپنی آژانس را در مورد PDM یا به اصطلاح احتمال فعالیت اتمی نظامی جمهوری اسلامی مورد تایید قرار بدهند، زمینه لغو تحریم ها فراهم می شود و از ماه ژانویه بعضی از تحریم هایی که در رابطه با انرژی هسته‌ای و فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند برداشته می شود. ولی اگر حکام آژانس گزارش را ناقص ارزیابی بکنند و خواهان تحقیقات بیشتر در مورد احتمال فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی بشوند، مسئله برداشته شدن تحریم‌ها عقب خواهد افتاد. اینکه جمهوری اسلامی در گذشته فعالیت نظامی یا فعالیت اتمی با اهداف نظامی داشته است در گزارش صراحتاً قید شده است. گزارش آژانس در ایران منتشر نشده، ولی در اختیار تمام مطبوعات بین‌المللی گذاشته شده است. بنابراین مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول مردم را غیر خودی تلقی می کنند و از انتشار توافق ها و اسنادی که در رابطه با فعالیت هایشان هست خودداری می کنند. گزارش آژانس تأکید دارد که جمهوری اسلامی تا سال 2003 به دنبال دستیابی
به بمب اتم بوده است. در این رابطه کارهای تحقیقاتی، تدارکات اولیه و آزمایش‌های مقدماتی را انجام داده است. از سال 2003 تا 2009 نیز فعالیت‌های اتمی ایران جنبه‌های مبهم و ناروشنی داشته است. ولی از سال 2009 به بعد فعالیت‌های اتمی ایران نظامی نبوده و ابهامی در فعالیت‌هایش مشاهده نشده است. در واقع آژانس فعالیت اتمی جمهوری اسلامی را به سه مرحله تقسیم می کند. مرحله اول از آغاز تا سال 2003 است که تماما با اهداف نظامی بوده و زیر نظر یک پاسدار به نام محسن فخریزاده بوده است. محسن فخریزاده از اصفهانی های به اصطلاح فعال در عرصه نظامی بوده و فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی با اهداف نظامی زیر نظر او انجام می گرفته است و آژانس همواره خواهان مذاکره و مصاحبه با او بوده است. در توافق محرمانه ای که بین آژانس و آژانس اتمی انرژی اتمی ایران یعنی آقای یوچیو آمانو و علی اکبر صالحی امضا شده است، قرار شده بعضی از تحقیقات آژانس محرمانه باشد و آژانس حق انتشار بعضی از تحقیقات خود در ایران را نداشته باشد. مخالفین توافق اتمی ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 این مسئله را نقطه ضعف اساسی توافق تلقی می کنند. ولی یکی از شرکت کنندگان در مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مسئولین آژانس بین‌المللی هسته‌ای این در واقع محرمانه نگه داشتن بعضی از تحقیقات را نوعی بهایی می‌دانند که بایستی در مقابل صلح پرداخته شود یا برای جلوگیری از جنجال‌های سیاسی این کار انجام بگیرد. هم در داخل ایران، هم در آمریکا و هم در کشورهای منطقه مثل اسرائیل و عربستان همواره به اقدامات آژانس حساسیت نشان داده می شود و بعضی از کارهای آژانس زیر ذره‌بین قرار می گیرد و مانع فعالیت عادی آژانس می گردد. بنابراین آژانس توافق کرده است که بعضی از فعالیت‌های هسته‌ایش، بعضی از تحقیقات آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران محرمانه بماند و آژانس آنها را منتشر نکند. از جمله آنها همین دیدار با محسن فخریزاده و مصاحبه با او بوده است. پاسداران جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که آژانس هر وقت با مسئولین هسته‌ای ایران گفتگو کرده بعد از مدت آن مسئولین ترور شدند و به نوعی مامورین آژانس را به جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرده است. به همین جهت قرار شده است بعضی از تحقیقات آژانس محرمانه بماند و منتشر نشود. در هر صورت آژانس گزارش در گزارش گفتم که آژانس گزارش خود را به سه قسمت تقسیم کرد. در قسمت اول میگوید که از زمان جنگ ایران عراق
چه فعالیت های هسته ای ایران شروع شد تا سال 2003 صرفا با اهداف نظامی بوده و زیر نظر محسن فخری زاده این فعالیت ها انجام می گرفت. بعد از سال 2003 که سازمان های اطلاعاتی غرب مرکز غنی‌سازی نطنز را شناسایی کردند و فعالیت های اتمی ایران را در واقع به جهانیان معرفی نمودند، جمهوری اسلامی فعالیت های نظامی اتمی خود را متوقف کرد. بعد از آن تا سال 2009 بخشی از فعالیت های جمهوری اسلامی دارای ابهام و محرمانه بوده است و از دیدگاه آژانس میبایست ایران در آن رابطه روشنگری بکند و توضیح بدهد. در همین رابطه است که بعضی از مسئولین اتمی ایران در برای تهیه قطعات ساختن بمب اتمی از کشورهای غربی اقدام به خرید لوازم اتمی کرده بودند که بعضی از آنها دستگیر شدند، بعضی از آنها در واقع به غرب پناهنده شدند و همچنین شرکت‌هایی که در این کارها دست داشتند تحریم شدند. یعنی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی از سال 2003 تا سال 2009 با اینکه در دوران محمد خاتمی فعالیت را متوقف کرده بودند و اعلام کرده بودند که هیچ گونه فعالیت نظامی انجام نمی‌گیرد، ولی با این همه فعالیت‌ها مبهم بوده و از نظر آژانس تا سال 2009 نقاط ابهام برای اهداف نظامی وجود داشت. ولی از سال 2009 به بعد که عمدتاً مسائل به اصطلاح در سطح بین‌المللی مورد گفتگو قرار می گیرد و مسئله 5+1 به وجود می آید و مذاکرات به اشکال مختلف بعدها دنبال می شوند، دیگر فعالیت های اتمی ایران نقطه ابهام نداشته است. با بررسی گزارش آژانس بین‌المللی کنترل انرژی هسته‌ای یک نکته آشکار می کردد و آن این که جمهوری اسلامی اساساً با هدف تهیه بمب اتم به فعالیت اتمی روی آورده است و علی‌رغم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی که می گفتند تمام فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز بوده و اهداف نظامی را حرام می دانستند، در این گزارش دروغگویی مقامات جمهوری اسلامی افشا شده است. مذاکره کنندگان اتمی ایران همواره در دیدار با مطبوعات بین‌المللی و یا در جلسات رسمی گفتگوها به فتوای علی خامنه‌ای استناد می‌کردند که رهبر جمهوری اسلامی فتوایی صادر کرده و داشتن بمب اتم را حرام اعلام کرده است و اینکه در دین ما سلاح کشتار جمعی ممنوع است و آن را ما قبول نداریم و به دنبال آن نرفته. انتشار این گزارش در واقع توفی است بر روی علی خامنه‌ای و فتوایی که به او نسبت داده می شد و ادعاهای خود او که ما نه تنها دنبال بمب اتم نبوده ایم بلکه خواهان منطقه خالی از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه بوده ایم و هستیم می باشد. گزارش آمنو شجاعانه و با دلایل مدرک می گوید که جمهوری اسلامی به مدت 18 سال فعالیت
اتمی محرمانه داشت و است تا سال 2003 تماما با اهداف نظامی و برای دسترسی به بمب اتم بوده است و از سال 2003 به بعد، بعد از شناخته شدن مرکز غنیسازی نتنز، به نوعی سعی کرده است به صورت محرمانه فعالیت‌های نظامی را دنبال بکند، اما از سال 2009 به بعد دیگر این فعالیت‌ها متوقف شده است. البته چند سال پیش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که جمهوری اسلامی از سال 2003 به بعد فعالیت‌های اتمی خود را برای ساختن بمب اتم متوقف کرده است. 16 اداره امنیتی در آمریکا مشترکاً تایید کردند که اطلاعات ما نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی فعالیت‌های نظامی اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده است. و اکنون گزارش نهایی آژانس در مورد فعالیت احتمالی نظامی جمهوری اسلامی تهیه شده است. این گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تایید می‌شود و در عوض ادعاهای جمهوری اسلامی و رهبر دروغگوی آن کاملا افشا می شود. یعنی چه جمهوری اسلامی اساسا با هدف ساختن بمب اتمی به طرف تحقیقات اتمی و غنی‌سازی اورانیوم رفته است. حال کشورهایی که در مسئله ذی‌نفع هستند اظهار نظرهای خود را شروع کردند. سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد که از نظر ما گزارش آژانس کافی است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دیگر به دنبال ساختن بمب اتمی نیست و تمهیداتی که اتخاذ شده از این به بعد نیست بازدیدها و نظارت آژانس اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی چه به صورت علنی و چه به صورت مخفی برای ساختن بمب اتم فعالیت بکند. وزیر خارجه آمریکا جان کری نیز در یکی از اظهار نظرهایش گفت که از نظر ما با این گزارش پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتم بسته می شود و این اظهار نظر تا اندازه خوشایند مقامات جمهوری اسلامی بود. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هیئت ایرانی در مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 بعد از انتشار گزارش را به نفع ایران ارزیابی کرد و گفت گزارش جنبه های سیاه و سفید دارد ولی در مجموع در حال حاضر به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تأکید می‌کند و این گزارش راه را برای برداشته شدن تحریم‌ها باز می‌کند. اظهارات عراقچی البته با مخالفت‌هایی مواجه شده است. روزنامه کیهان که در واقع رهبر جمهوری اسلامی مسئول کیهان یعنی حسین شریعت مداری را شخصا تعیین کرده است از گزارش آژانس انتقاد کرده و اینکه در این گزارش به اصطلاح به رهبر جمهوری اسلامی و به نظام جمهوری اسلامی توهین شده تهمت زده شده انتقاد کرده است و اینکه کلن کشورهای معاند جمهوری اسلامی در سیاه نمایی چهره ایران در این گزارش نقش بازی کردند. اما در مقابل آن
روزنامه جمهوری اسلامی که از توافق هسته‌ای حمایت می کند می نویسد که گزارش آمانو، گزارش رئیس ژاپنی آژانس بین‌المللی کنترل انرژی هسته‌ای، سه طایفه را در واقع از کار برکنار کرد یا سه طایفه در این گزارش کنار گذاشته شدند. یکی مخالفان جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل و عربستان هست که همواره به آمریکا و کشورهای دیگر فشار می آوردند که هدف ایران ساختن بمب اتمی است، ولی این گزارش تاکید می کند که ایران دیگر به دنبال ساختن بمب اتمی نیست. و دو طایفه دیگر مخالفان برجام در داخل ایران و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا هستند که با این گزارش عملا دستشان بسته می شود، دیگر نمی توانند ادعای بکنند از این نظر، در این رابطه نمی توانند به هیچ وجه ادعای در مورد فعالیت‌های نظامی ایران داشته باشند. در هر صورت گزارش آژانس اکنون در اختیار حکام آژانس قرار گرفته و قرار است 15 دسامبر در وین راجع به آن تصمیم گرفته شود. مسئله بسیار اهمیت دارد از این نظر که اگر این گزارش تایید شود احتمالاً سرمایه گذاری ها در ایران، راه سرمایه گذاری های خارجی در ایران باز خواهد شد و همچنین جمهوری اسلامی خواهد توانست بخشی از پول های بلوکه شده خود را که در بانک های خارجی مانده است به دست بیاورد و به نوعی به اصطلاح به اقتصاد ورشکسته ایران تزریق بکند. برای کسانی که اساساً با برنامه هسته‌ای ایران آشنایی همه جانبه ندارد، در اینجا لازم می‌دانم مختصری از روند شروع فعالیت‌های اتمی ایران را توضیح بدهم و نتیجه گیری را به آخر برنامه واگذار کنم. در جریان جنگ ایران عراق خلبان‌های جمهوری اسلامی یک بار نیروگاه اوزیراک عراق را بدون اینکه بدانند آنجا یک نیروگاه هسته‌ای است بمباران کردند، ولی خسارات زیادی به آن وارد نکردند. بمباران نیروگاه اوزیراک عراق توسط هواپیماهای ایرانی در دنیا سرصدا ایجاد کرد. کارشناسان اتمی خارجی که در اونجا فعالیت می کردن از آنجا خارج شدند و اعلام شد که عراق به اصطلاح در حال ساختن نیروگاه اتمی بوده است، مثلا مرکز تحقیقات اتمی بوده است. چندی بعد از آن هواپیماهای اسرائیلی نیروگاه اوزیراک عراق را چنان بمباران کردند که دیگر به هیچ وجه قابل تعمیر و بازسازی نبوده است. معروف است که اسرائیلی ها این عمل را حتی بدون اطلاع آمریکایی ها انجام دادند و تنها بعد از انجام عملیات به آمریکایی ها گفتند که ما تأسیسات اتمی عراق را منهدم کردیم. وقتی اسرائیلی ها نیروگاه مرکز تحقیقات اتمی عراق را بمباران کردند، ایران در حال جنگ شدید با عراق بود
و بعضی از مسئولین جنگ در آن زمان به این فکر افتادند که حالا که عراق برای ساختن بمب اتم اقدام کرده، ما چرا چنین کاری را نکنیم؟ در آن زمان میر حسین موسوی نخست وزیر، علی اکبر هاشمی رفسنجانی مسئول امور جنگ از طرف خمینی و علی خامنه‌ای رئیس جمهور بود. رهبری سپاه پاسداران را نیز محسن رضایی به عهده داشت. در آن جمع چهار نفری، یعنی خمینی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی، تصمیم گرفته می شود که ایران نیز برای ساختن بمب اتم قدم بردارد و این کار به سپاه پاسداران به مسئولیت محسن رضایی واگذار می شود. دولت میر حسین موسوی به دنبال روابط که شاه با آفریقای جنوبی داشت و برای تحقیقات اتمی از آنجا به اصطلاح اورانیوم طبیعی می خرید، حدود 200 تن اورانیوم طبیعی از آفریقای جنوبی وارد می کند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد که آقای قادرخان، پدر بمب اتمی پاکستان، اصرار داشت که مسلمان ها باید بمب اتم داشته باشند، باید بمب اتمی اسلامی درست شود. به این جهت ایران نیز کسی را مسئول می کند که با قادرخان و شرکتی که قادرخان برای فعالیت های هسته‌ای تأسیس کرده بود تماس بگیرد و تعدادی نقشه و راهنمایی هایی از او بخرند و شروع به تحقیقات مقدماتی برای طراحی سانتریفیوژ ها و غنی کردن اورانیوم بکنند. این یک جنبه قضیه است. جنبه دیگر قضیه این است که بعد از انحلال اتحاد شوروی، کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی مثل کازاخستان و اوکراین عملا احتیاج به پول داشتند و نمی توانستند حقوق دانشمندان و محققین خود را بپردازند. جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده می کند، تعداد زیادی دانشمند اتمی را از کازاخستان، روسیه و اوکراین استخدام می کند و فعالیت‌های اتمی خود را زیر نظر آنها ادامه می دهد. تا اینکه در سال 2003 مرکز غنی‌سازی نطنز شناسایی می شود که ظاهراً در اون موقع گفته شد که مجاهدین خلق آن را شناسایی کرده و به غربی ها اطلاع دادند، ولی بعدها فرماندار نطنز محاکمه شد و گفته شد که فرماندار نطنز در افشای آن نقش داشته است و معلوم نشد بر سر او در جمهوری اسلامی چه آمد. ولی به هر حال فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی در همین رابطه تا سال 2003 با مقدماتی که گفتم ادامه داشت. در جلسه پایانی برای پذیرفتن قطعنامه سازمان ملل متحد برای پایان جنگ ایران عراق، سپاه
گزارشی تهیه کرده و به خمینی داده است. در اون گزارش که توسط هیئتی از پاسداران زیر نظر محسن رضایی تهیه شده، قید شده است که تعادل قوا الان در وضعیتی است که در دراز مدت ما فقط با داشتن بمب اتم می توانیم با عراق مقابله بکنیم و به در جنگ پیروز شویم. یعنی در گزارشی که سپاه در اون زمان از ناتوانی های خود، کمبود سلاح، تانک و نیروی ورزیده به خمینی گزارش داده است، تأکید شده است که در آینده اگر بخواهیم در این جنگ پیروز شویم احتیاج داریم که بمب اتمی داشته باشیم. فقط با وجود بمب اتم می توانیم غلبه بکنیم، وگرنه با سلاح‌های متداول دیگر امکان نداریم، چون عراق بیشتر از ما دارد و امکان تهیه‌اش بیشتر از ماست و همچنین کارشناسان مجهزتر از ما دارد. تا آن زمان ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتم هماهنگ بودند، با هم هماهنگ بوده و همه موافق بودند. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز گفته میشد که از ابتدا هاشمی رفسنجانی در این مسئله دخیل بوده. هاشمی رفسنجانی در یکی از سخنرانی های نماز جمعه یک اشاره کرده بود و این بهانه داد به دست کسانی که برن بیشتر تحقیق بکنن که جمهوری اسلامی چه کار میکنند. هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفته بود اگر اسرائیل به یک کشور اسلامی بمب اتمی پرتاب بکند، فقط گوشه ای از یک کشور اسلامی را تخریب می کند، ولی اگر مسلمان ها یک بمب اتمی به اسرائیل بیندازند، تمام اسرائیل نابود می شود. این اظهار نظر هاشمی رفسنجانی آشکارا نشان می داد که جمهوری اسلامی که شعار نابودی اسرائیل را می دهد، به احتمال قوی مخفیانه در تدارک بمب اتم است تا اسرائیل را با بمب اتم نابود بکند. ولی در هر صورت در آن دوران که هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ به عنوان سردار سازندگی تبلیغ می شد، فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی زیر نظر او و پاسدارانی که مورد اعتماد او بودند پیش می رفت، تا اینکه بالاخره مسئله مرکز تحقیقاتی مرکز غنی‌سازی نطنز کشف شد و برنامه رو شد. مرکز تحقیقاتی نطنز در زیر زمین ساخته شده و برای نصب 50,000 سانتریفوژ طراحی شده است و این مرکز صرفا با اهداف نظامی طراحی شده بوده. البته برنامه اتمی ایران از قبل، از زمان شاه، از دوره قبل از انقلاب در دستور کار بود و خود شاه چه خود را پنجمین قدرت نظامی منطقه معرفی می‌کرد، در دیدارهایش با نظامیان آمریکایی پنهان نمی‌کرد که جمهوری اسلامی، نه کشور پادشاهی ایران آن روز، می‌خواهد به اصطلاح به سلاح اتمی مجهز بشود. برای تبدیل شدن به پنجمین قدرت نظامی دنیا احتیاج بود که ارتش ایران سلاح اتمی داشته باشد. به همین جهت قراردادهایی با آلمانی ها، فرانسوی ها و
و آمریکایی ها بسته شده بود و فعالیت های اتمی ایران در زمان شاه شروع شده و آقای اکبر اعتماد ریاست انرژی اتمی ایران را به عهده داشت و کار تهیه تدارکات و همچنین امضای قراردادها را پیش می برد. آقای اکبر اعتماد چند وقت بعدها با جمهوری اسلامی نیز همکاری هایی انجام داد، همواره مدافع تجهیز شدن ایران به سلاح اتمی بوده و این را حق طبیعی ایران می دانست و توانسته تا اندازه این را به مسئولین قبل از انقلاب القا بکند و بعد از انقلاب البته او به عنوان کسی که در دستگاه شاه مسئولیت داشته مورد اعتماد نبوده، اما مورد مشاوره قرار می گرفت و چندین بار از او برای ادعای خسارت از کشورهای آلمان و فرانسه استفاده شد، به خاطر اینکه ایران به خاطر برای همکاری های اتمی با فرانسه و آلمان بخشی از یه شرکت مشترک آلمانی فرانسوی را که فعالیت اتمی و غنی‌سازی اورانیوم انجام میدهند خریداری کرده بود و فرانسوی ها متحد شده بودند که در ایران در احتیاجات ایران را از نظر اورانیوم تامین بکنند. همچنین آلمانی ها متحد شده بودند که یک نیروگاه هسته‌ای برای ایران تأسیس بکنند و نیروگاه هسته‌ای بوشهر را مقدماتش را فراهم کرده بودند و تأسیساتش را شروع کرده بودند. ولی بعد از انقلاب، به ویژه بعد از شروع جنگ ایران عراق، هم فرانسه و هم آلمان از انجام تعهدات خود خودداری کردند و زیر قول خود زدند و ایران هرچه تلاش کرد نتوانست توافقهایی که در زمان شاه با فرانسه و آلمان انجام داده بود عملی بکند، تا اینکه مجبور شدند تکمیل کردن نیروگاه را به ژاپنی ها واگذار کنند. تحت فشار آمریکایی ها ژاپنی ها از ادامه کار منصرف شدند. بعد به چینی ها مراجعه کردند. چینی ها نمی توانستند آن سیستمی را که آلمانی ها بنیان گذاری کرده بودند به اصطلاح تکمیل بکنند. خود چینی ها در این رشته تبحر چندانی نداشتند. بالاخره این نیروگاه به روس ها واگذار شد و روس ها با هزینه 5 برابر نهایتاً آن را تکمیل کردند و سال گذشته نیروگاه حرارتی نیروگاه اتمی بوشهر به فعالیت رسید و در حدود 1% از برق مصرفی کشور از نیروگاه بوشهر تامین می شود. در هر صورت فعالیت های اتمی ایران زمان شاه نیز تأسیس نیروگاه بوشهر صرفا به خاطر این بود که در کنار آن فعالیت های اتمی نظامی انجام بگیرد یا از پسمانده سوخت نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید بمب اتمی استفاده بشود. جمهوری اسلامی البته بعد از سال 2003 که فعالیت های نظامی اتمی خود را متوقف کرده بود، به شکل دیگری برای دسترسی به بمب اتم برنامه ریزی و کار کرد و آن هم تأسیس نیروگاه آب سنگین عراق بود. بمب اتم هم به وسیله اورانیوم امکان ساخت وجود دارد و هم به وسیله به اصطلاح با
پلوتونیوم و بمب آب سنگین، نیروگاه آب سنگین عراق، چه می توانست در اون رابطه پلوتونیوم تولید بکند و این پلوتونیوم می توانست در ساختن بمب اتمی به کار رود. بسیاری از کشورهایی که برای اولین بار بمب اتم تولید کردند مثل فرانسه، نه از اورانیوم بلکه از پلوتونیوم برای ساختن بمب استفاده کردند. به همین جهت فرانسوی ها در مذاکرات هسته‌ای اصرار داشتند که نیروگاه آب سنجین عراق بایستی بسته شود یا به طور کلی به اصطلاح قلب آن برداشته شود، به جای آن بتون ریخته شود و طرح جدیدی برای آب سبج در آنجا به کار بیفتد، چه ظاهرا قرار شده است با کمک آمریکایی ها و چینی ها این طرح را اجرا بکنند و در حال حاضر نیروگاه آب سنگین عراق از کار افتاده و ریختن بتون در مرکز این نیروگاه در ایران بحثهایی را ایجاد کرد و جمله این که علی اکبر صالحی را متهم کردند، که تهدید کردند که ما تو را در مرکز نیروگاه آب سنجین عراق قرار می دهیم و بتون روی تو می ریزیم چون تو قبول کرده ای که نیروگاه آب سنجین عراق بسته شود. به این ترتیب فعالیت های اتمی ایران الان به مرحله نهایی رسیده و روز 15 دسامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین تصمیم نهایی را برای پذیرفتن گزارش آقای آمانو یا در واقع تمدید زمان تحقیقات تصمیم خواهد گرفت و مسئله بسته شدن پرونده فعالیت نظامی اتمی ایران به این مسئله ربط پیدا می کند و برداشتن تحریم ها بعد از تصمیم شورای حکام آژانس عملی خواهد بود. هموطنان عزیز، صحبت من در این قسمت به پایان می رسد. بعد از چند لحظه من برای قسمت دوم صحبت با شما خواهم بود. فعلا با اجازه شما.